سلام، پیمان حسینی اومده با قسمت دوم آموزش یوتیوب و تو این قسمت میخوام راجع به تنظیمات اولیه کانال یوتیوب و بخش‌های مختلفمون صحبت بکنم. وارد کانال یوتیوب میشید و از این قسمت وارد یوتیوب استودیو میشید. اولین جایی که باهاش مواجه میشید داشبورد کانالتونه که تو این قسمت یه سری آنالیز از کانالتون رو بهتون نشون میده، مثل واچ تایمتون، ویوایی که گرفتید و تاپ ویدیوهاتون و تو این قسمت یه سری آمار از آخرین ویدیویی که گذاشتید بهتون نشون میده. پایین‌تر افرادی که اخیراً شما رو سابسکرایب کردن رو بهتون نشون میده. قسمت ویدیو جاییه که شما ویدیوهاتون رو آپلود میکنید و از اینجا میتونید ادیتشون بکنید، آنالیزشون بکنید، کامنتاشون رو بررسی کنید و یه بخش دیگه ای هست به اسم لایو که برای برگزاری لایواتون است. قسمت پلی لیست رو که قبلا توضیح دادیم. قسمت بعدی بخش آنالیزه که مثل اینسایت اینستاگرام میمونه اما به صورت حرفه‌ای‌تر یه سری آمارا رو به شما میده. قسمت بعدی کامنتاست که میتونید اینجا کامنتاتون رو مدیریت بکنید. قسمت بعدی سابتایتله که اینجا میتونید زیرنویس برای فیلماتون بذارید. قسمت بعدی بحث مانیتایزه که من هنوز به اون داستان نرسیدم، چرا که به 1000 تا سابسکرایب نیاز دارم و 4000 ساعت واچ تایم. قسمت بعدی یه سری موسیقی به شما پیشنهاد میده برای اینکه برای بک‌گراند ویدیوتون استفاده بکنید. این موزیکا کاملا فریه و قانون کپی رایت توش رعایت شده. از این قسمت پایین وارد تنظیماتش میشیم. تو قسمت جنرال وارد پولی که میخواد از یوتیوب کسب درآمد بکنید رو تعیین میکنید که به صورت پیشفرض من دلار میذارم. وارد قسمت کانال میشیم و توی بیسیک اینفو از طریق گوگل اکانت میتونیم اسم کانالمون رو تغییر بدیم. و اما قسمت کیورد که یه سری کلمات کلیدی رو برای کانالتون انتخاب میکنید به شدت برای پیشرفت کانال شما مهمه. و عملکردش اینطوریه که مثلا من یه کانالی زدم و راجع به تولید محتوا دارم داخلش فعالیت میکنم. برای بهتر دیده شدن کانالم توی سرچ هایی که توی یوتیوب و گوگل انجام میشه باید یه سری کلمات کلیدی اینجا اضافه بکنم تا وقتی که اون کلمات کلیدی سرچ میشن کانال من هم برای مخاطبین نشون داده بشه. و در اصل اینطوریه که خودم باید جای مخاطبم بذارم و به این فکر بکنم که وقتی میاد دنبال محتوا سازی توی گوگل و یوتیوب چی سرچ میکنه، اون کلمات کلیدی رو اینجا وارد میکنم. پایین‌تر کشورتون انتخاب میکنید که بعدا به مانیتایز رسیدید بتونید پولتون از اونجا برداشت بکنید. توی بحث ادوانس ستینگ یه سوالی از شما میپرسه که آیا کانالتون برای کودکان ساخته شده؟ اینجا باید شما گزینه نو رو بزنید چون به شدت قوانین آمریکا روی محتوایی که برای کودکان ساخته میشه حساسه و اگه شما این گزینه روی یس بذارید روی کانالتون حساس میشه و ممکنه برای کانالتون مشکلاتی رو ایجاد. این گزینه برای اینه که تعداد سابسکرایبرتون به بقیه نشون داده بشه یا نشه. پایین تر یه گزینه دیگه ای هست که به اون کاری نداشته باشید و تیکش رو فعال نکنید، چرا که بعداً ممکنه درآمد شما رو کاهش بده. گزینه بعدی برندینگه که اینجا میتونید لوگوتون رو آپلود بکنید که پایین ویدیوهاتون بخوره و به این صورت عمل میکنه که وقتی روی لوگو بزنید دکمه سابسکرایب میاد و میتونید طرفو سابسکرایب بکنید یا وارد کانالش بشید. قسمت بعدی آپلود دیفالت که یه سری تنظیمات اولیه برای اینکه ویدیوتون رو منتشر بکنید میتونید اینجا براش تعریف بکنید. مثلا اگه تایتل مشخصی دارید میتونید اینجا بنویسید و هر سری دیگه نیاز نباشه که تایپش بکنید. این قسمت هم مثل کپشن نویسی اینستاگرام میمونه که میتونید اینجا به طور پیش‌فرض یه سری چیزایی که همیشه پای ویدیوتون ثابته رو اینجا اضافه بکنید. اما جدا از اینکه برای کانالتون یه سری تگا و کلمات کلیدی استفاده می‌کردید، اینجا برای ویدیوهاتون هم میتونید یه سری کلمات کلیدی یا همون تگا رو استفاده بکنید. خدا رو شکر می‌کنم که دانشمندان و متخصصین هنوز وارد یوتیوب نشدن که به ما بگن که آیا باید اینجا 9 تا تگ بزنیم یا 3 تا تگ. اینجا جاییه که شما باید به نحو احسن ازش استفاده بکنی برای بهتر دیده شدن ویدیوهات و در نتیجه بهتر دیده شدن کانالت. توی قسمت ادوانس نوع فعالیتتون رو مشخص می‌کنید، زبان ویدیوتون رو مشخص می‌کنید و یه سری گزینه دیگه داره که بهتره که دست نزنید. اما قسمت کامنتش اینجا بهتره که روی گزینه دومی بذارید که هر کی که کامنت داد اول شما بررسیش بکنید بعداً اجازه منتشر شدن بهش بدید. گزینه آخرام برای اینه که دیگران ویو ویدیوهاتون رو ببینن یا نبینن. تو بخش آخر و قسمت مودریتورز میتونید یه سری ادمین و مدیر اضافه بکنید برای چرخوندن کانالتون. تو قسمت بعدش اگه فکر می‌کنید کسی براتون کامنت می‌ذاره و کامنتش همه جوره تایید شده است، آیدیش اینجا وارد می‌کنید که همیشه بتونه به راحتی کامنت بذاره برای پستاتون. تو قسمت بعدی اون کسایی که فکر می‌کنید کامنت‌های بدی براتون می‌ذارن رو اینجا اضافه می‌کنید. و تو قسمت آخر هم یه سری کلمات براش تعریف می‌کنید تا تو کامنت‌ها وقتی اون کلمات رو دید به صورت خودکار بلاکش بکنه و اون کامنت رو پابلیک نکنه. و تو بخش بعدی هم اگه این تیک رو فعال بکنید توی کامنت‌ها اگه کسی براتون لینکی بذاره اون کامنت رو پاک می‌کنه. توی تنظیمات و بخش کانال اگه برید وارد گزینه آخر بشید یه گزینه‌ای هست به اسم استاتوس اند فیوچرز. اینجا یه سری قابلیت‌ها برای یوتیوبتون هست که الان یا فعاله یا به مرور زمان براتون فعال میشه. اینجا دو تا قابلیت از یوتیوب هست به اسم لانگر ویدیو که اجازه میده به شما ویدیوهای بالای 15 دقیقه آپلود بکنید و دومیش کاستوم تامنیل که برای گذاشتن کاور روی ویدیوهاتون استفاده میشه. اینجا این دو تا گزینه فعال نیست و برای فعال شدنش باید اون بالا کنار عکس وارد قسمت وریفای بشید. تو این قسمت باید اکانتتون از طریق شماره تماستون تایید بکنید تا یوتیوب متوجه بشه که شما ربات نیست. بعد از اینکه شماره تماستون رو وارد کردید یک کد برای شما ارسال میشه که بعد از اون دو تا قابلیت یوتیوب کامل براتون فعال میشه. یه قابلیت دیگه ای هست که به شما اجازه میده برای کانالتون لینک اختصاصی داشته باشید که برای فعال شدن این قابلیت باید شما حداقل 100 تا
سابسکرایب داشته باشید و اینکه از زمان فعالیت شما حداقل 30 روز گذشته باشه. خب اینم قسمت دوم آموزش یوتیوب، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم از اینکه تا این آخر اومدید و ویدیو رو مشاهده کردید. خیلی مخلصیم. همین.